همه پرسی استقلال در کردستان عراق علی رغم مخالفت تمامی دولت‌های همسایه برگزار شد. اما در بعضی از شهرهای غرب و شمال غرب ایران مانند سنندج، سقز و مهاباد به دنبال پیشتازی موافقان جدایی از عراق کردها جشن خیابانی برگزار کردند. اسوسییتد پرس تعداد حاضران در تجمعات حمایتی را هزاران نفر گزارش کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی در بین جمعیت حاضرند، اما علی‌رغم آنکه ماه محرم و دوران عزاداری است، تنشی در این مراسم گزارش نشد. مقام‌های ایران به تندی با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان مخالفت کرده بودند. امروز همین مخالفت را تکرار کردند. رئیس جمهوری ایران امروز در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه گفت برای کشورش امنیت منطقه و تمامیت ارضی عراق مهم و حیاتی است. او در گفتگو با همتای ترکش هم همه پرسی را عامل هرج و مرج در منطقه خوانده بود. مخالفان در ایران و جهان عمدتاً نگران تبعات این استقلالند. نگرانی از افزایش توان گروه‌های همچون پژاک یا پککه. از دیروز شورای عالی امنیت ملی ایران دستور بستن مرزها را صادر کرد، اما مرز زمینی به گفته خبرنگارهای محلی همچنان باز است. در همین حال حمایت اسرائیل از همه پرسی استقلال نه تنها کمکی به رابطه کردهای عراق با ایران نمی کند که تردیدها درباره عاقبت این همه پرسی را بیشتر کرده. سپاه ایران رزمایشی را در مناطق شمال غربی برگزار کرده. این تصاویر رزمایشی است که مردم محلی از سقف خانه‌هایشان گرفتند. سخنگوی مانور گفته پیام رزمایش امنیت محرم آرامش و امنیت برای دوستان است. در مجلس بحث در این زمینه ادامه دارد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران گفته که مقام‌های ایران از جمله قاسم سلیمانی به کردستان عراق رفتند و هشدارهای لازم را دادند، ولی این همه پرسی یک طرح بین‌المللی است که آمریکا و اسرائیل پشت آن هستند. او توصیه کرده ایران حساسیتی به این همه پرسی نشان ندهد. فردا نماینده های مجلس ایران جلسه غیر علنی خواهند داشت. مهمان ویژه آنها علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی است، کسی که پیشتر تاکید کرده جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاه های مشترک مرزی با ایران خواهد بود. سعیده هاشمی، بی بی سی.